سلام شاگردای عزیز، خوب هستین؟ صحتمند؟ جور هستین؟ دیروز کدام مشکل نداشتین؟ درس های گذشته کدام مشکل ندارین؟ کدام درس خواندیم؟ درس دیروز حرف غین نخواندیم. بله، حرف غین نخواندیم. گفتم غین چند شکل دارن؟ چهار شکل دارن. خب من براتون سه حرف سه کلمه رو داده بودم که چی؟ هجا کنین. آیا انجام دادین؟ ببینیم کارخانه گیتانه؟ آفرین، آفرین، بسیار خوب. میایم سر درس جدید ما. درس جدید ما درس 24 است، صفحه 115. عنوانش چی است؟ تغذیه سالم. کتابایتان رو بکشین؟ صفحه 115 کتابایتان. میبینین چی گفته؟ تغذیه سالم. کی میگه که در رابطه با تغذیه سالم یعنی چی؟ چگونه ما تغذیه داشته باشیم؟ یعنی تا سالم باشه. از هر چیز مثلا خداوند تمام چیزایی که هست که برای بندهش ما باید استفاده کنیم. ما میوه بخوریم، سبزی بخوریم، لبنیات، شیر و ماست بخوریم. بله. گوشت هم بخوریم. مگر کسایی که مثل ما ودی سنایش زیاد است، مگر گوشت ما رو بخورن، گوشت ما یک بخورن، گوشت سرخ نقصد. بله بله. یعنی ما باید از هر نوع غذا چی کنیم؟ مستفید چین استفاده کنیم. ایره چی میگن؟ تغذیه سالم. میاییم سر درس جدید ما. حرفی را که میخواییم در درس ما بخونیم کدام حرف است؟ حرف زال، حرف سواد. سعی کنیم دو حرف هم میخوانیم، حرف زال، حرف سواد. سواد ما دو شکل داره. چند شکل؟ یکی نصفه، یکی هم پوره. شکل نیمه، شکل پوره. یم زال. ما حرف زال و سوات در درس، در کلمات و در جمله براتان استعمال کردم. خوب دقت کنین. خب حرف زال در چوکات الفبا زال میگیمش، ولی صدای چی رو میده؟ صدای بله، نامش زال است، صدایش چی است؟ ز. یعنی در حروف، در کلمات وقتی استعمالش میکنیم صدای ز رو میده. ز ز ز صدای ز رو میده. دیگه میایم سر صوت ما. صوت میگیمش ولی چی تلفظش میکنیم؟ سه. مثل سهی. دیدین؟ حالا اشاره آسمانی میکنم براتان. حرف زال، حرف سواد. حرف زال. سعی کنین طرف دست من از سمت راست یک خط مایل میاد، بعد پایانش نقطه سر خط. یعنی همانند شکل دال نوشته میشه، فقط چی از فرقش؟ نقطه داره. دیگه هیچ فرق نمیکنه که در اول بیاد، در وسط بیاد و یا در آخر کلمه بیاد. چی؟ در هر سه قسمت یه استعمال میشه حرف زال. دیگه میایم سر حرف سواد ما. اشاره آسمانی میکنم. خوب طرف دست من دقت کنین. سواد. دیدین؟ سواد نیمه، حالا سواد پوره را براتان کشیدم. دیدین؟ مشکل ندارین؟ میایم در اشاره زمینی. دقت کنین طرف دست ما شاگردان. حرف زال من اشاره زمینی میکنم. خوب سعی کنین یک خط مایل میاد، بعد دوباره از این قسمت کج میشه. چی میشه؟ یک نقطه بالای سرش میمونیم. چی؟ زال. دیدین؟ حالا حرف صوت نیمه رو براتون میکنم. خوب دقت کنین. چی شد؟ صوت نیمه. حالا دوباره صوت پوره رو براتون. دیدین؟ مشکل ندارین؟ یاد گرفتین؟ سمت راست نوشته میشه، به سمت چپ ختم میشه. نوشته کننده کتاب چایتان من ببینم. حرف زال، صوت نیمه و صوت پوره. نوشته کردین؟ ببینم. آفرین، آفرین. از کدام سمت شروع کردیم؟ از سمت راست شروع کردیم. گوش کنین، من دو دفعه براتان میخوانم. برای داشتن تغذیه صحی لازم است تا انواع غذاها را مصرف نماییم. دوباره براتان میخوانم. برای داشتن
تغذیه صحی لازم است تا انواع غذاها را مصرف نماییم. یاد گرفتین؟ حالا همراهی من بخوانن. برای داشتن تغذیه صحی لازم است تا انواع غذاها را مصرف نماییم. در کلمه تغذیه میبینین کدام حرف آمده؟ حرف زان آمده. بعد از کدام حرف آمده؟ بعد از حرف غین آمده. پیش از حرف زال کدام حرف؟ بعد از حرف زال کدام حرف است؟ حرف یا. پس میخوانمش تغذیه تغذیه. دیدین؟ تغذیه. کلمه صحی سعی کنن کدام صوت استفاده شده؟ صوت نیمه. امرای پیش از ده کجا آمده؟ پیش از پی در قسمت اول کلمه آمده. بعد از کدام؟ پیش از کدام حرف؟ پیش از حرف هی. پیش از حرف هی صحی. باز میایم در کلمه مصرف کدام صوت کار شده؟ صوت نیمه. در کدام قسمتش؟ در وسطش. بعد از کدام حرف آمده؟ بعد از حرف میم. مصرف. کلمه غذاها کدام حرف آمده؟ حرف زال آمده. خوب دقت کنین. بعد از کدام حرف آمده؟ بعد از غین آمده. میخوانیم غذاها. مشکل در درس امروز ندارین؟ یاد گرفتین؟ حرف زال صوت در کلمات در جمله چی کردیم؟ استعمال کردیم. در رابطه ما حروف زال صوت، صوت نیمه و صوت پوره دو کلمه نوشته کردم که هم صوت نیمه بیه هم صوت پوره و هم حرف زال. مثل مخصوص چند کلمه؟ چند صوت؟ صوت نیمه و صوت پوره. مخصوص. در کلمه کاغذ کدام چی آمده؟ زال آمده. من مخصوص براتان هجا میکنم. مخصوص چند بخش شد؟ دو بخش. آفرین، صدکشی میکنم. مخصوص چند حرف شد؟ شش حرف شد. دوباره تکرار میکنم. همراه ما تکرار کنین. مخصوص. فهمیدین؟ میایم سر کلمه کاغذ. کاغذ هجا میکنم. کاغذ. سعی کنین. کاغذ. دو بخش شد. صدکشی میکنم. کاغذ. سعی کنین بخونین ماما. کاغذ. یاد گرفتین؟ مشکل در تجزیه کلمات ندارین؟ سه کلمه براتان میتونم که در قسم صفحه 116 سه کلمه ماره. یک کلمه سال. شست. بله. و فصل. این سه کلمه رو چی کنین؟ در خانه هایتان هجا کنین و از درسی که امروز دادیم نوشته کنین در کتاب چایتان. همین شکلی که من هجا کردم. خب شاگردان عزیز، در درس امروز ما کدام حرف رو خواندیم؟ حرف زاله خواندیم. حرف صوت نیمه، صوت پوره. صوت نیمه گفتم همیشه در کدام قسمت میه؟ قسمت اول کلمه و یا در وسط کلمه. و صوت پوره در کدام قسمت میه؟ داخل. حرف زالم خودتان میفهمین که هیچ فرقی نداره، یا در اول کلمه یا در وسط و یا چی در آخر کلمه استعمال میشم. مشکل ندرس امروز ندارین؟ یاد گرفتین؟ تشکر از شما.